واحد هفت، اشتغال برای بسیاری از افراد در کانادا، پیدا کردن یک شغل و حفظ آن راه مهمی در کسب استقلال مالی آنهاست. قوانینی در کانادا وجود دارد که از کارکنان در برابر رفتار غیرعادلانه بر مبنای جنسیت، سن، نژاد، طبقه اجتماعی، وضعیت خانوادگی، ازدواج، زبان، مذهب، ملیت، وضعیت مهاجرت، گرایشات جنسی و توانایی یا ناتوانی محافظت می‌کنند. این شامل ایجاد تغییراتی در محیط کار به نحوی که افراد دارای ناتوانی بتوانند در آن کار کنند هم می‌شود. نه دولت کانادا و نه سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما نمی‌توانند برای شما پیدا کردن یک کار به محض ورودتان به کانادا را تضمین کنند. پیدا کردن کار زمانبر بوده و مستلزم تلاش است. راه های بسیاری برای یافتن کار در کانادا هست. بررسی وبسایت های کاریابی و شبکه های اجتماعی از طریق ارتباط با دوستان، خویشاوندان، اعضای جامعه و حامیان خود. مراجعه به یک سازمان با بودجه دولتی ملاقات حضوری با کارفرمایان یا حضور در رویدادهایی به نام بازار کار که در آنها می توانید کارفرمایان احتمالی را ملاقات کرده و در مورد مشاغل آنان اطلاعات کسب کنید. در اینجا برخی توصیه های سودمند برای غلبه بر مشکلات یافتن کار آورده شده است. ابتدا به خاطر داشته باشید که داشتن مهارت های زبان انگلیسی و فرانسه در یافتن شغل در کانادا ضرورت دارند اگر مهارت های زبان انگلیسی و فرانسه شما اندک است یک کار بینابینی را شروع کنید به عبارت دیگر سعی کنید هر کاری را پیدا کنید تا امکان تمرین زبان داشته باشید اگر تجربه یک کار در کانادا را ندارید به عنوان کارآموز در یک کار کوتاه مدت در حد آشنایی و ورود به رشته یک کاری خود کار کنید تا تجربه کار کانادایی کسب کنید. اگر با فرهنگ محیط کار در کانادا آشنایی ندارید، در برنامه جهت برقراری ارتباط ثبت نام کنید. یک برنامه آموزشی که به شما کمک کند تا تجربه کانادایی در رشته کاری خود به دست آورده و با فرهنگ محیط کار آشنا شوید. یا در یک برنامه کار با مربی ثبت نام کنید. راهی برای جور کردن شما با یک استاد یا مربی در رشته کاری مورد علاقه شما. این فرد توصیه های لازم را در اختیارتان گذاشته و ارتباط شما را با سایر افراد در رشته کاریتان برقرار می کند. سایر گزینه‌ها برای شما درس خواندن در یک مؤسسه کانادایی است تا واجد شرایط کار کردن در شغل مورد علاقه خود شوید یا راه کسب و کار خود و خود اشتغالی است. اگر تجارب کاری یا تحصیلاتی در خارج از کانادا داشته اید که به رسمیت شناخته نمی شود برای به رسمیت شناخته شدن تجربه کاری و تحصیلات خارجی خود در کانادا درخواست بدهید این امر ممکن است مدتی زمان ببرد اگر شبکه دوستان و آشنایان شما در کانادا چندان بزرگ نیست تا از طریق آنها کار پیدا کنید کار داوطلبانه یکی از راههایی است که با آن ضمن کسب اندکی تجربه کاری کانادایی به صورت موقت و بدون دریافت دستمزد شبکه‌ای از دوستان و آشنایان برای خود ایجاد کنید. هر محیط کاری فرهنگ و انتظارات کاری مختص به خود دارد. تطبیق یافتن با فرهنگ یک محیط کاری جدید و برآوردن انتظارات آن در حفظ یک شغل و پیشرفت در آن اهمیت دارد. از سازمان با بودجه دولتی یا حامیان خود بخواهید که شما را با خدمات مربوط به اشتغال مرتبط کنند.